سلام، در این ویدیو قصد دارم نحوه انجام تبلیغات برای یک پیج اینستاگرام رو توضیح بدم. تبلیغات پیج اینستاگرام از طریق فیسبوک ادز منیجر ساخته میشه، انجام میشه و برای دسترسی به ادز منیجر بهترین کار اینه که شما یه اکانت فیسبوک داشته باشید، یک پیج فیسبوک بسازید برای خودتون و در ادامه اون یک اکانت متا بیزنس سویت بسازید. ساخت اکانت متا بیزنس سویت راحت هست. کافیه توی گوگل سرچ کنید متا بیزنس سویت. لینکی که میاد میتونید روش کلیک کنید و اینستراکشن رو دنبال کنید. اونجا میتونید اطلاعات خودتون رو بدید، پیج فیسبوکتون رو متصل کنید به این متا بیزنس سویت و همچنین پیج اینستاگرامتون رو و دسترسی کامل داشته باشید به تمام امکانات تبلیغات فیسبوک. متا بیزنس سویت قبلا به اسم فیسبوک بیزنس منیجر معروف بود. یکی دو سالیه که فیسبوک اسمش رو عوض کرده به اسم متا بیزنس سویت و این یک پلتفرمی هست، یک هاب هست که شما دسترسی دارید به تمام امکانات تبلیغات در فیسبوک. شما میتونید به فیسبوک ادز منیجر برید، تبلیغ بسازید، به ریپورت ها دسترسی دارید، به آدینس دسترسی دارید، میتونید آدینس بسازید، میتونید تریکینگ کنید که چطور آدمایی که یوزر هایی که روی سایتتون میان فرم پر میکنن یا خرید میکنن از شما چطور تریک کنید اونا رو و به ریپورت ها و اینسایت ها دسترسی دارید و سایر دسترسی ها. من الان در پلتفرم متا بیزنس سویت هستم برای پیج اینستاگرام یسیل مودا، یه پیج فشن، لباس و فشن در اینستاگرام که قصد دارم در این پیج رو تبلیغات کنم که آدمای بیشتری بیان پیج من رو فالو کنن، این پیج رو فالو کنن، مسیج بدم به من، در مورد لباس ها سوال بپرسن و در انتها خرید کنن. برای دسترسی به فیسبوک ادز منیجر، جایی که شما تبلیغات رو میسازید، کمپین تبلیغاتی میسازید، از منوی سمت چپ روی All Tools کلیک کنید. گزینه های زیادی اینجا هست. روی گزینه اد منیجر اینجا کلیک کنید و از طریق اون وارد ادز منیجر بشید. این هومپیج صفحه اصلی پلتفرم ادز منیجر هست، متا ادز منیجر. من قبلا یه ویدیوهایی روی توی چنل خودم دارم در مورد آموزش کامل تبلیغات فیسبوک، خیلی دیتیل، خیلی جزئیات رو اونجا توضیح دادم و اون ویدیو بیشتر در مورد تبلیغات برای یک وبسایت هست، یک وبسایتی که شما قصد دارین تبلیغات کنید، یوزرها تبلیغ شما رو توی فیسبوک و اینستاگرام ببینن، کلیک کنن و وارد وبسایتتون بشن. این بار تو این ویدیو قصد دارم کمپینی بسازم که برای تبلیغات پیج اینستاگرام باشه نه وبسایت. توی فیسبوک، توی تبلیغات به طور کلی، فیسبوک یا هر پلتفرم دیگه، معمولا از هر کمپین تبلیغاتی، هر تبلیغی که شما میسازید یک کمپین حساب میشه و هر کمپین تبلیغاتی از سه بخش تشکیل شده. توی این پیج صفحه چپ، سمت چپ رو اگه نگاه کنید نوشته کمپین، سمت وسط نوشته اد ست و سمت راست نوشته اد. این ساختار کلی تبلیغات توی فیسبوک و هر پلتفرم دیگه ای هست. شما یک کمپین میسازید، بعد از اون یک اد ست میسازید و در انتها توی قسمت ادز جاییه که تبلیغتون رو میسازید برای اون کمپین. یک کمپین تبلیغاتی، یک کمپین میتونه مالتیپل اد، میتونه چندین ادز یا تبلیغ داشته باشه یا چندین اد ست داشته باشه. ویدیوهای دیگه دارم من توی چنلم، هم ویدیوهای قبلی آموزش تبلیغات فیسبوک و سایر ویدیوها برای توضیح ساختار تبلیغات،
اگه خیلی آشنایی ندارید، پیشنهاد میکنم حتما اونا رو تماشا کنید که آشنایی بیشتری پیدا کنید که تفاوت اینها چی هست با هم. خیلی دیتیل بیشتری اونجا توضیح دادم و تو این ویدیو هم سعی میکنیم قدم به قدم با هم پیش بریم. هر کدوم از این گزینه‌ها، کمپین، ادست و اد و ساختار کلی تبلیغات رو قدم به قدم با هم مرور کنیم. فراموش نکنید که وقتی شما اکانت متا بیزنس میسازید، لازمه که اکانت اینستاگرامتون رو به اون متصل کنید. کار سختی نیست، گزینه‌ای داره، میگه که connect your Instagram profile and تنها کاری که لازمه اینه که یوزرنیم و پسوردتون رو بزنید تا اکانت اینستاگرامتون متصل بشه به متا بیزنس سویت و بتونید پیج اینستاگرام رو تبلیغ کنید. حالا شروع کنیم ساخت تبلیغات و توضیحات تمام فیچرها. برای ساخت تبلیغ روی گزینه کریت من کلیک میکنم، توی صفحه کمپین باید باشید. من اینجا کلیک میکنم، میره روی ادست و اد. شما روی هر منوی تبلیغ کلیک کنید وارد اون قسمت میشید. روی کمپین من هستم، کریت رو میزنم تا یه کمپین بسازم. وقتی شما میخواین کمپین رو بسازید، چند تا گزینه داره به اسم ابجکتیو، اورننس، ترافیک، اینگیجمنت، لیدز، اپ پروموشن، سلز. قبلا خیلی گزینه ها بیشتر بود، الان فیسبوک تا بیشتر گزینه ها رو با هم ترکیب کرده و تعدادش رو کم کرده. این ابجکتیو هر کدوم رو انتخاب کنید به فیسبوک سیگنال میده که شما هدفتون از تبلیغات چی هست و با توجه به اون هدفی که انتخاب میکنید برای شما یوزر میاره و تبلیغ شما رو اپتیمایز میکنه. اورننس گزینه اول، برند اورننس، شما یه برندی دارید، یه پروداکت جدیدی دارید، میخواید اون رو مطرح کنید بین کاربرها، بشناسن شما رو و محصول جدیدتون رو. بیشتر برای برندهای بزرگتر ممکنه مناسب باشه. شما اگه یه پیج اینستاگرام هستید، یه پیج لوکال هستید، خیلی بزرگ نیستید، شاید این گزینه براتون مناسب نباشه. و هر گزینه ای هم که روش کلیک میکنید، سمت راست توضیح میده که این که ابجکتیو اورننس برای چه اهدافی مناسبه، برای ریچ، برند اورننس، ویدیو ویوز، استور لوکیشن. و با توجه به این گزینه هایی که سمت راست داده، توضیحاتی که داده، شما بهتر میتونید انتخاب کنید کدوم ابجکتیو مناسبتون هست. گزینه بعد ترافیک. ترافیک به این معنی که شما میخواین فقط یوزر بیاد و شما رو ببینه. یوزر کلیک کنه روی تبلیغ، فقط تبلیغ رو نبینه، فقط اورننس باشه، کلیک کنه روی تبلیغ و بیاد اون لندینگ پیج شما رو ببینه که میتونه وبسایت باشه، میتونه پروفایل اینستاگرام باشه. هدف از ترافیک آوردن یوزر هست، آوردن کلیک بیشتر. و اینجا توضیح داده برای لینک کلیک، کلیک روی لینک، دیدن لندینگ پیج. لندینگ پیج منظور وبسایت هست، مسنجر، اینستاگرام و واتساپ و تماس تلفنی میتونه خوب باشه و همچنین ویزیت پروفایل اینستاگرام. گزینه بعدی اینگیجمنت هست. اینگیجمنت یعنی کسی تبلیغ شما رو ببینه، با شما اینگیج کنه، با شما ارتباط برقرار کنه. مجددا برای مسنجر، اینستاگرام، واتساپ، ویدیو ویوز، کانورژن میتونه مناسب باشه. لیدز وقتی که شما میخواین اطلاعات کاربر رو بگیرین، کاربر بیاد یه فرمی برای شما پر کنه، تماستون، شماره تماس و ایمیلش رو به شما بده، یا یه وبسایتی دارید میخواید بیاد روی وبسایتتون یا خرید کنه یا فرم پر کنه، اطلاعات به شما بده. اپ پروموشن، و اگه اپلیکیشنی دارید میخواید اینستال اپلیکیشنتون رو زیاد کنید، مناسب هست. و سلز، اگه یه ای کامرس هستید، یه شاپ دارید توی فیسبوک و اینستاگرام و یا وبسایت، میتونه براتون مناسب باشه. اینکه کدوم یکی از اینا رو انتخاب کنید، یک موضوعی که توی فیسبوک و توی کلن تبلیغات در نظر بگیرید، موفقیت در تبلیغات مقدار زیادش بستگی به تست داره. شما باید گزینه های مختلف رو تست کنید، یه بودجه یک بذارید
و هر کدوم از این ابجکتیو‌ها رو تست کنید و ببینید کدومش بهتر برای شما نتیجه میده. الان ما میخوایم پیج اینستاگرام رو تبلیغات کنیم. سه تا از این گزینه‌ها به من میگه که برای گرفتن مسیج روی مسنجر و اینستاگرام و حتی واتساپ میتونه مناسب باشه: ترافیک، انگیجمنت و لیدز. حالا اینکه کدومش بهتره نمیشه با قطعیت گفت. باید تست کرد، باید هر کدوم از این ابجکتیو ها رو تست کرد ببینیم کدومش بهتر برامون نتیجه میاره. من با انگیجمنت شروع میکنم، یه کمپین انگیجمنت میسازم و بعد از اون یه مرور کوتاهی هم به ترافیک و لید میکنیم. کمپین انگیجمنت رو من انتخاب کردم، ابجکتیو انگیجمنت کنتینیو. توی مرحله بعد میگه choose a campaign setup، گزینه دیفالت بالا recommended setting، گزینه پایین دومی manual engagement campaign. recommended setting اینه که فیسبوک خودش برای شما setting تنظیمات کمپین رو درست میکنه، دیفالت ها رو تعیین میکنه و شما طبق همون ریکامندیشن فیسبوک پیش میرید، کمپین رو میسازید. گزینه دوم تمامش مانیوال هست، مانیوال دستی هست و شما تک تک تنظیمات رو میتونید خودتون انجام بدید. چون این یه ویدیو آموزشی هست، من ترجیح میدم مانیوال انگیجمنت کمپین رو انتخاب کنم تا تمام تنظیم ها رو با هم دیگه پیش بریم، با هم دیگه درست کنیم که شناخت بیشتری پیدا کنید. کنتینیو. اوکی، کمپین من در حال ساخت است. الان من در صفحه کمپین هستم. سمت چپ رو اگه نگاه کنید، بالایی کمپین هست، دومی قسمت میانی اد ست و سومی اد. من روی هر کدوم از اینا کلیک کنم به اون صفحه منتقل میشم. الان ما روی صفحه اولیه هستیم. وقتی شما میخواین کمپین تبلیغاتی بسازید، ابتدا تنظیمات کمپین رو ایجاد میکنید. تنظیمات کمپین به معنای دادن یه بودجه به کمپینتون که چقدر میخواید پول خرج کنید، چقدر میخواید کمپینتون پول خرج کنه، اسم کمپین رو بذارید، تاریخ شروع و پایان و گزینه های کلی کمپین که نیاز هست. کمپین نیم، اسم کمپین بذارید. من توصیه میکنم وقتی میخواید کمپین بسازید یک کانونشن داشته باشید و یه استاندارد داشته باشید برای خودتون و سعی کنید تمام کمپین ها رو با همون استاندارد نامگذاری بکنید، یه نیمینگ کانونشن داشته باشید، چون که احتمالش هست شما بخواید مدام کمپین بسازید، کمپین جدید تست کنید، بعد یه مدت اگه اسم ها کلیر نباشه، اگه اسم ها واضح نباشه، یکم سخته متوجه بشید کدوم کمپین چی کار کرده براتون. من یه اسم ساده میذارم اینجا، اسم چون کمپین انگیجمنت هست اسمشو میذارم انگیجمنت و الان مارچ 2024 هستیم. سیکشن بعدی اسپیشال اد کاتگوریز. اگه محصول شما، اگه سرویس شما توی یه سری از کاتگوری های خاص هست، مثل کردیت کارد، مثل ایمپلویمنت، کاریابی، هاوسینگ یا موضوعات اجتماعی یا سیاسی، شما باید اعلام کنید، بگید که تبلیغتون، سرویستون توی اون کاتگوری ها هست، چون اینا کاتگوری های حساس حساب میشن و شاید لازم باشه که مدارک بیشتری ارائه بدین به فیسبوک برای اجازه داشتن برای تبلیغات. مرحله بعدی، سیکشن بعدی، کمپین دیتیلز، باینگ تایپ، اکشن، کمپین ابجکتیو انگیجمنت. باینگ تایپ اکشن روی ادیت که بزنم دو تا گزینه داره، اکشن و ریزرویشن. همون گزینه اکشن رو شما انتخاب کنید. اکشن به این معنی است که وقتی تبلیغات شما تبلیغ رو ران میکنید توی یه اکشن اسم فارسیش فکر میکنم میشه حراجی، توی یه حراجی میره به همراه سایر تبلیغات، سایر تبلیغ دهنده هایی که دارن تبلیغات میدن و فیسبوک انتخاب میکنه هر کسی که بر اساس اون اکشن، بر اساس معیارهایی که مختلفه که هست، تصمیم میگیره کدوم اد رو به چه کسی نشون بده. گزینه دیفالت کلا توی فیسبوک اکشن هست و معمولا 99% اوقات از همین اکشن استفاده میشه. کمپین ابجکتیو که پیش از این توضیح دادیم، اگه اشتباه انتخاب کردین میتونین اینجا دوباره
یا تصمیمتون عوض شد، میتونید دوباره ادیت کنید و یه ابجکتیو دیگر رو انتخاب کنید. سیکشن بعدی A-B test به این معنی است که شما یه کمپین رو میخواید A-B test کنید، دو تا کمپین همزمان ران کنید و A-B test کنید کدوم تنظیمات توی کدوم کمپین بهتر جواب میده. گزینه خوبی میتونه باشه برای تست کردن، ولی خب یه خورده ادوانس هست، برای شروع شما نیازی نیست این رو سلکت کنید. گزینه بعدی Advantage Campaign Budget Plus، این به این معنیه که شما بودجه خودتون رو میخواید در قسمت کمپین تعیین کنید یا برای هر ادست داخل اون کمپین یه بودجه جداگانه. من آن رو سلکت میکنم، یک بودجه کلی برای کمپینم انتخاب میکنم و بعد به فیسبوک اجازه میدم که اون بودجه رو خودش تصمیم بگیره روی کدوم ادست هزینه کنه، بیشتر هزینه کنه. اگه ادست های مختلف داشته باشم، اگه فقط یک ادست داشته باشید شما، تفاوتی نداره بودجه در زمینه در لول کمپین باشه یا ادست. سوال اولی که از شما میپرسه کمپین باجت، بودجه شما چقدر هست؟ این بودجه دیفالتی که هست $30 میگه که تو اسمال، خیلی کمه. حداقل کمپ فکر میکنم یه خود باید بیشتر باشه، 37.50 من گذاشتم که این بودجه رو قبول کنه از من. بودجه روزانه هست، وقتی شما این باجت رو میذارید روزانه اینقدر فیسبوک هزینه خواهد کرد و اینقدر پول خواهید پرداخت. ولی وقتی شما به عنوان مثال اینجا $37 هم، البته نه، لیر ترکیه هستش، من عادت دارم بیشتر کمپین هم به دلار هست، به خاطر همون گفتم دلار نه دلار نیست، این لیر ترکیه هست، 37 لیر. وقتی شما بودجتون رو اینجا گذاشتین 37 لیر، لزوماً به این معنی نیست که هر روز 37 لیر فیسبوک خرج میکنه دقیقا. ممکنه یه روز کمتر از 37 لیر باشه، یک روز بیشتر، بستگی به میزان دیمند، میزان تقاضا. فیسبوک اگه ببینه روزی هستش که بیشتر میتونه خرج کنه، بیشتر برای شما با توجه به ابجکتیوی که انتخاب کردین یوزر بیاره، پول شما رو بیشتر خرج میکنه و این بودجه روزانه شما هفتگی حساب میشه. فیسبوک ضرب داره 7 میکنه، این زیرم توضیح داده، در طول هفته حد اکثر 7 برابر این بودجه رو خرج خواهد کرد، $262. ولی ممکنه توی یه روزهای خاص یک روز $46 حد اکثر خرج کنه و یا ممکنه یه روز دیگه کمتر. هر روز دقیقا این مقدار رو خرج نخواهد کرد، ولی طوری این کمپین شما رو ران میکنه، تبلیغ رو ران میکنه که حد اکثر $262 در طول هفته باشه، 7 برابر. کمپین بید استراتژی. بید استراتژی منظور اینه که شما چگونه میخواید هزینه شما حساب بشه. گزینه ها رو با هم مرور کنیم. چند تا گزینه داره. Highest Volume که دیفالت هست، Cost Per Result، Other Option، Bid Cap. Highest Volume معمولا توی فیسبوک Highest Volume استفاده میشه، به این معنیه که شما هیچ لیمیتی نمیذارید که چطور تبلیغاتون نمایش داده بشه. حد اکثر هدف شرکت تبلیغ شما توی آکشن که پیشتر صحبت کردیم اینه که تا حد امکان شما تبلیغتون نمایش بداده بشه، تا حدی که بودجهتون اجازه میده تبلیغتون نمایش داده بشه. دومی cost per result یا به این معنی هستش که شما یک لیمیتی برای خودتون دارید، میگی که من ریزالتی که میخوام بگیرم، نتیجهی که میخوام بگیرم، حد اکثر میخوام برایم $30 هزینه داشته، $30 هزینه داشته باشه، بیشتر از اون نمیخوام پرداخت کنم. فیسبوک طوری تبلیغاتون شما رو نمایش میده به اساس ریزالتی که میگیرید، که اوریج ریزالتی که میگیرید، به عنوان مثال اگه ریزالتتون کانورژن هست، کسی بیاد فرم پر کنه یا اطلاعاتش رو روی سایت شما وارد کنه، اون میشه برای شما ریزالت. فیسبوک طوری برنامه ریزی میکنه، طوری شما رو در آکشن ها شرکت میده که
کاست پر ریزالتتون هزینه اون نتیجه که میگیرید حد اکثر $30 بشه به طور اوریج و یه خورده پیچیدگی داره. شما نیاز داره محاسبه کنید، حساب کتاب کنید، معمولا نیاز به هیستوریکال دیتا دارین، قبلا یه دیتایی داشته باشید که بتونید تشخیص بدید کاست پر ریزالت، اوریج کاست پر ریزالت شما چقدر باید باشه. اگه خیلی کم بذارید شاید اصلا تبلیغتون نمایش داده نشه، اگه خیلی زیاد بذارید خب به صرفه نیست براتون. و برای شروع چون دیتا ندارید، هیستوریکال ندارید، همون هایست والیوم رو بهتره که با دیفالتش پیش برید تا کمی دیتا بگیرید، کمی بیشتر یاد بگیرید و بعد گزینه‌های بعد رو امتحان کنید. و آدر آپشن هم یه بیت کپ میذارید که میگید حداقل برای هر آکشن، حد اکثر برای هر آکشن چقدر شما حاضرید پول بدید. میتونه 1 لیر باشه، میتونه 2 لیر باشه، میتونه کمتر باشه، ولی به فیسبوک آزادی کامل نمیدید که بید شما، پولی که شما برای هر آکشن رو حاضرید شرکت کنید رو هر چقدر دلش میخواد انجام بده. که این هم توصیه نمیکنم برای شروع چون دیتایی ندارید، نمیدونید اصلا چقدر بید بذارید، کم یا زیاد. و نکته ای هم که اشاره کنم، توی فیسبوک پولی که شما پرداخت میکنید هزینه تبلیغات شما بر اساس نمایش هست، بر اساس ایمپرشنی هست که تبلیغتون میگیره، هر چقدر کاربرها تبلیغ شما رو ببینن، اینکه کلیک کنن یا نه اون هزینه بر اساس کلیک حساب نمیشه، بر اساس ایمپرشن حساب میشه. و اینکه چقدر هست هزینه هر ایمپرشن به معیارهای مختلف بستگی داره، با قطعیت نمیشه گفت، به مارکت شما بستگی داره، به کامپیتیشن بستگی داره، حتی به کریتیو شما بستگی داره، به انگیجمنت یوزر بستگی داره و کوالیتی تبلیغتون. تمام معیارها هست و تمام اونها با هم دیگه یک اوریج کاستی برای شما ایجاد میکنه. شما از ابتدا نمیدونید که چقدر هزینه خواهد بود، باید تست کنید ببینید که هزینه اوریجتون چقدر میشه و به مرور زمان رو سعی کنید اون هزینه رو کم کنید و نتایج رو بیشتر کنید. توی کمپین باجت گزینه لایف تایم باجت هم دارید، میتونید اگه یک دوره خاصی از شما میخواید کمپین ران کنید، یک دوره هفته‌ای، یک ماهه، یک فستیوالی هست، یک پروموشنی هست، شما یک تاریخ شروع و انتها دارید برای کمپینتون، لایف تایم باجت میذارید، کمپین تمام طول عمر، باجت تمام طول عمر کمپین. و فیسبوک بر اساس اون دوره شروع و پایان شما و باجت شما هزینه شما رو تقسیم میکنه، بودجه شما رو. من همون دیلی باجت میرم. باجت اسکیجولینگ اگه بخواین شروع و پایان بذارید برای کمپینتون، نه فکر میکنم اشتباه گفتم، در واقع این شروع و پایان نیست. باجت اسکیجول به این معنی است که شما یه کمپینی رو رام کنید روزانه، ولی فرض کنید یه پروموشن، یک ایونتی در راه هست که شما انتظار دارید توی اون ایونت، نزدیک به اون ایونت کاربرها بیشتر بشن، خریدها بیشتر بشه. به عنوان مثال نزدیک بلک فرایدی هستید، شما میتونید اون دوره بلک فرایدی استارت و اندیت بذارید و توی اون دوره بودجه خودتون، باجتتون رو افزایش بدید که limited by budget نشید. اگه تقاضا زیاد هست، دیمند زیاد هست توی بلک فرایدی یا هر فستیوالی که در راه هست و شما معمولاً بر اساس تجربتون انتظار دارید که فروش بیشتری داشته باشید، کاربرها بیشتر علاقه نشون میدن به خرید، بودجه خودتون رو توی اون دوره زیاد کنید. این budget scheduling هست. من ریموو میکنم و گزینه دیگه نداریم توی کمپین. ساخت کمپین همینا هستش: اسکوزاری، بودجه، تاریخ شروع و پایان. تاریخ شروع و پایان رو تنها در صورتی میذارید که لایف تایم باجت رو انتخاب کنید. گزینه نکست اینجا گزینه اد اسکیجولینگ داره. اگه لایف تایم باجت رو انتخاب کنید، اد اسکیجولینگ فعال میشه برامون. اد اسکیجولینگ به معنی تاریخ شروع و پایان هست، میتونید تاریخ شروع و پایان بذارید. ما دیلی باجت میریم. نکست.
حالا در قسمت ادست هستیم. ادست چیه؟ ادست جاییه که شما آدینس خودتون رو انتخاب میکنید، تارگتینگ رو انجام میدید. به فیسبوک میگید که چه کاربرهایی رو قصد دارید تارگت شدید کنید. شما کاربرهای بیشماری توی فیسبوک توی اینستاگرام هستن، شما باجت نامحدود که ندارید، نمیخواید تبلیغتون به همه نمایش داده بشه. شما میخواید تبلیغتون به کسانی نمایش داده بشه که شانس بیشتری برای انگیجمنت با شما دارن، شانس بیشتری دارن که به شما علاقه نشون بدن، پیجتون رو فالو کنن و از شما خرید کنن. این کار اصلی ادست هست. توی ادست شما تارگتینگ رو انتخاب میکنید. سوال اول کانورژن میگه که قصد داریم بعد از اینکه کاربرها تبلیغ شما رو دیدن کجا بیان با شما انگیج کنن، روی تبلیغتون بیان کامنت بذارن. گزینه ها رو تک تک با هم مرور کنیم. دیفالتش on your ad هست. گزینه اول messaging app. Get people to engage with your brand on messenger, whatsapp or instagram. شما به فیسبوک میگید که وقتی تبلیغ شما نمایش داده بشه، هدفتون اینه که آدم ها بعد از یوزر ها بعد از تماشای تبلیغ شما بیان با برند شما توی این مسنجر اپ ها، مسنجین اپ ها ارتباط برقرار کنن، توی فیسبوک مسنجر یا توی اینستاگرام مسنجر یا توی واتساپ. گزینه دوم روی on your ad. اگه ویدیوی دارین تبلیغ میکنین، یه پستی دارین تبلیغ میکنین، یه ایونت، هدف اینه که کاربرها روی اون ویدیو کامنت بذارن، لایک کنن، روی پستتون لایک کنن و روی خود اون تبلیغ انگیج کنن با شما، نه لزومن به شما مسیج بدن. کالز، شماره تلفن میذارید روی تبلیغتون که آدما یوزرها کلیک کنن و تماس بگیرن، تماس تلفنی با شما بگیرن روی اون تبلیغ. وبسایت، اگه وبسایتی دارین که میخواین افراد روی روی تبلیغ شما کلیک کنن، تبلیغ شما رو تماشا میکنن، کلیک کنن و وارد وبسایتتون بشن. بعدی اگه اپ دارین که برای من دسترسیش اویلیبل نیست، چون من هیچ اپ ندارم اینجا، اپ هیچ کانکت نکردم به این بیزنس پروفایل. اگه میخواین اپلیکیشن خودتون رو پروموت کنین و افراد بعد از کلیک وارد اپلیکیشن شن، یا گزینه آخر اگه میخواین پیج فیسبوکتون رو، لایکتون رو افزایش بدید فور اگزمپل. هر کدوم از این گزینه ها رو ما انتخاب کنیم، لزوماً به این معنی نیست که کاربرها فقط و فقط اون اکشن، اون کار رو انجام خواهند داد. کاربرها همچنان گزینه دارن، این انتخاب رو دارن که بعد از اینکه تبلیغ شما رو میبینن کلیک کنن یا بیان لایک کنن یا بیان کامنت بذارن یا مسیج بدن. این فقط به فیسبوک سیگنال میده که تبلیغ شما رو بر چه اساس آپتیمایز کنه. هدف اصلی شما اگه مسیج هست، افراد بیان به شما مسیج بدن، شما این رو انتخاب میکنید که فیسبوک با این هدف تبلیغات شما رو آپتیمایز کنه، شکل و شمایلش رو درست کنه و کاربرانی رو پیدا کنه که بیان به شما مسیج بدن، نه که لزوماً کامنت بذارن روی اون تبلیغ. Ad type, click to message or sponsored message. Click to message دیفالتش هست که ما انتخاب میکنیم. Sponsored message, re-engage existing connection. شما کانکشن هایی دارید تو اینستاگرام و فیسبوک، میخواییم بهشون مسیج بدین، sponsored message حساب میشه. ولی click to message اینه که شما به کاربرهای جدید تبلیغ شما رو میبینن و میان بهتون مسیج میدن. قسمت بعدی اینکه توی کدوم مسنجرها میخواین کاربرها بیان به شما مسیج بدن. مسنجر فیسبوک مسنجر دیفالتش هست، اینستاگرام و واتساپ لازمه که من کانکت کنم یک بار دیگه پیج اینستاگرام رو تا این دوتا گزینه فعال بشن و حالا میتونم سلکت کنم و کاربرها حق انتخاب دارن که یا توی مسنجر یا توی اینستاگرام یا توی واتساپ اگه تمایل دارین بیان بهتون مسیج بدن. من میریم پایین تر. این گزینه ها فعال نیست چون ما cost per result رو انتخاب نکردیم. و budget and scheduling،
باجت رو ما همونطور که تو صفحه قبل تو صفحه کمپین دیدیم یک باجت کلی برای کمپین گذاشتیم و دیگه کنترل نداریم که برای هر ادست یه باجت جداگانه بذاریم. اگه ادست های جداگانه داریم، اینکه کدوم رو انتخاب کنید، باجت در لول کمپین یا لول ادست، به شما بستگی داره. اگه ادست های مختلف دارید، ادست های مختلف رو میخواین تست کنید و میخواین همشون به یه مقدار مشابه پول خرج کنه تا شما بتونید با دقت ببینید کدوم ادست بهتره برای شما، نتیجه بهتری بگیرید، نتیجه بهتری به شما میده، میتونید باجت در لول ادست رو انتخاب کنید، به هر دو تا ادست باجت مساوی بدید یا یه ادست رو باجت بیشتر بدید و بعد از یه مدت ریزالت نتایج رو بررسی کنید و تصمیم بگیرید که کدوم برای شما بهتره بود. چون برای تصمیم گیری لازمه که شما دیتای کافی داشته باشید و هر دوتا ادست به اندازه کافی پول خرج کرده باشن تا ببینید آیا یک کدوم نتیجه میده یا نه. ولی نه، در لول کمپین شما یه باجت کلی به کمپین میدید، فیسبوک تصمیم میگیره اون باجت رو توی کدوم ادست خرج کنه. شما اعتماد میکنید به فیسبوک، به سیستم های ماشین لرنینگ فیسبوک که اوکی ببین کدوم ادست برای من بهتر نتیجه میده، پول من رو بیشتر اونجا خرج کن. خیلی وقتا قابل اعتماد هست، ولی خب خیلی وقتا هم پیش اومده من دیدم که چندین ادست دارم، فیسبوک اصلا بعضی ادست ها رو پول خرج میکنه، روش یه دونه یا دو تا رو انتخاب میکنه و تمام مبلغ رو روی اونا خرج میکنه و اونجا من قدرت تصمیم گیری ندارم که ببینم اون ادست هایی که اصلا هزینه نکردن، پولی خرج نکردن، خیلی کم ایمپرشن گرفتن، آیا اصلا مفید بودن یا نه. اسکیجول، شما میتونید برای هر ادست یه اسکیجول تاریخ شروع و پایان بذارید تا اگه بخواید. این فرق داره با کمپین. اگه چندین ادست دارین میتونید یه ادست رو برای یه دوره خاص شروع و پایان بذارید. بعد از اینکه به پایان رسید به این معنی نیست که کمپین شما هم به پایان میرسه، کمپین همچنان ران میشه با ادست های دیگه، ولی اون ادست خاص که اندیت داره پاز میشه. حتی اگه اندیت هم نداشته باشید، یه استارت دیت، شما یه ادست تنها ادست اون توی این کمپین هست، یه استارت دیت میذاریم، let's say برای ماندی که دو روز دیگه 4 مارچ، الان 2 مارچ هست که تبلیغمون از اون روز شروع میشه. امروز که تبلیغمون میسازیم شروع نکنه به ران کردن. میریم قسمت آدینس کنترل، قسمت مهم ادست. این قسمت ها هست آدینس و پلیسمنت. آدینس کنترل، قسمت اول کرایتریا، لوکیشن شما توی چه لوکیشنی میخوای تبلیغتون نمایش داده بشه. این پیج اینستاگرام توی در ترکیه فعال هست و دیفالت ما ترکیه هست. ما این گزینه رو داریم که توی ترکیه، کشور ترکیه فقط تبلیغمون نمایش داده بشه یا کشورهای دیگه. گزینه ایران فکر نمی کنم داشته باشه، میتونیم با هم تست کنیم. نه، ایران نداره. کلاً پلتفرم‌های تبلیغاتی مثل فیسبوک و گوگل و سایر پلتفرم‌های تبلیغاتی دیگه ایران رو پوشش نمیدن به دلیل سانکشن‌ها، تحریم‌ها. راه‌های شاید وجود داشته باشه، مخصوصاً توی گوگل، که چطور تبلیغات توی کشور ایران رام بشه، ولی به صورت فرمال، به صورت دیفالت، امکان انتخاب گزینه کشور ایران رو ندارید. ما با همین ترکیه پیش میریم. مینیمم ایج، حداقل سنی که میخواین تبلیغتون نمایش داده بشه به افراد، سن اون کاربر چقدر باشه، 18 باشه یا 25، هر کدوم از این سنا. ما با دیفالت پیش میریم 18 سال حداقل سن بازدید کننده های ما باشه، که به افراد زیر 18 سال اصلا تبلیغات نشون داده نمیشه توی فیسبوک. Exclude this custom audience، اینو من تو مرحله بعد توضیح میدم. Exclude یعنی یه سری custom audience، یه سری audience شما ساختید
و اون رو تبلیغت رو نمیخواید به اون افراد نمایش داده بشه. به عنوان مثال شما اگه پیج اینستاگرام دارید، نمیخواید تبلیغ شما به فالوورهای فعلیتون نمایش داده بشه، چون شاید براتون منفعتی نداشته باشه. شما میخواید کاربرهای جدید بگیرید، فالوورهای فعلیتون، کانکشنهای فعلیتون شما رو میشناسن. نشون دادن تبلیغ بهشون شاید ویست کردن مانی باشه، هدر دادن پول باشه. میتونید اینجا اکسکلود کنید به این معنی که تبلیغ رو به اونا نشون ندید. ساخت کاستم آدینس رو توی قسمت پایین‌تر به شما نمایش میدم، آموزش میدم. و لنگویج هم میتونید انتخاب کنید که آیا تبلیغتون به کاربرهای خاصی نمایش داده بشه، کاربرهایی که زبان خاصی رو صحبت میکنن در اون لوکیشن جغرافی شما، یا نمایش داده بشه یا نه. این کمپین رو ما داریم توی ترکیه ران میکنیم. خیلی فارسی زبان توی ترکیه هستن. ما میتونیم لنگویج رو پرشن انتخاب کنیم که احتمال اینکه تبلیغ ما به کاربرهای فارسی زبان توی کشور ترکیه نمایش داده بشه بالا بره. من فعلا حذفش میکنم، همون لنگویج دیفالت توی ترکیه. گزینه بعدی Advantage Plus Audience. این گزینه جدیدی هست که فیسبوک تقریبا یک سال اضافه کرده که معناش این است که شما لازم نیست آدینس تعریف کنید، تارگت کنید که تبلیغ شما به چه کاربرهایی نمایش داده بشه. شما فول کنترل، کنترل کامل به فیسبوک میدید که با توجه به پیج شما، به فالوورهای، با توجه به فالوورهای شما، با توجه به هیستوریکال دیتای شما و با توجه به کریتیو شما، عکس و ویدیوی تبلیغ شما و تکست متن تبلیغ شما، بهترین آدینس رو برای شما انتخاب کنه. اینکه چقدر قابل اعتماد هست، آیا فیسبوک بهترین آدینس رو برای شما انتخاب میکنه یا نه، اگر تنها چیزی که میشه گفت اینه که باید تست کنید. نمیشه گفت قابل اعتماد نیست و نمیشه گفت 100% قابل اعتماده. شما تست میکنید، اگه نتیجه گرفتید دارید نتیجه میگیرید، اگه نه اوکی میتونید منیوال کنید، خودتون آدینس رو انتخاب کنید. توی Advantage Plus Audience یه گزینه‌ای داره به اسم Audience Suggestion Optional. اینجا یه سری Suggestion شما میتونید به فیسبوک بدید که این Suggestion ها به حالت سیگنال داره. یه سری سیگنال به فیسبوک بدید که کارش رو راحت‌تر کنه، بهتر بتونه آدینس های مورد نظر شما رو پیدا کنه. هر کاستم آدینسی من اینجا انتخاب کنم به این معنی نیست که فیسبوک فقط و لزوماً اون آدینس من رو تارگت میکنه، ولی نه، یک سیگنال هست به فیسبوک که بهتر بتونه انتخاب کنه چه آدینس های مناسب من هستن. دو تا گزینه داریم، Lookalike Audience and Custom Audience. هیچ existing audienceی تو این اکانت وجود نداره و ما با هم میسازیم و نگاه میکنیم که Lookalike و Custom چه تفاوتی دارن. میتونم اینجا روی Create Audience کلیک کنم، Custom Audience و Lookalike Audience، یا برگردم به پیج به متا بیزنس سویت، به صفحه اصلی توی قسمت سمت چپ All Tools رو که سلک کردم، اینجا یه گزینه‌ای باید داشته باشه به اسم Audience. Here it is. روش کلیک میکنم و میرم Audience هم رو میسازم. دو تا Audience از قبل هستش ready که توی اینستاگرام ساخته شده. حالا ما Audience جدید میسازیم برای این کمپینمون. برگردم به صفحه تبلیغ. برای اینکه آدینس بسازید شما باید برگردید به مرحله اول از انجام تبلیغات. مرحله اول اینه که هدفتون از تبلیغات چیه. هدف من اینجا اینه که مسیج بگیرم توی فیسبوک، توی اینستاگرام به خصوص مسیج بگیرم. آدمایی که علاقه من دارن هستن به پیج من، علاقه من هستن به محصولات من، بیان به من مسیج بدن. بنابراین چه کسانی ممکنه بهترین کاربرای من باشن؟ کاربرایی که لوکلایک شبیه فالوورهای فعلی من هستن، شبیه کسانی که قبلا روی پیج این پیج اینستاگرام کامنت گذاشتن، فالو کردن، لایک کردن، و آدمایی که رفتارشون، سایر کاربرانی در اینستاگرام که رفتارشون شبیه به این فالوورهای من، اینگیجرهای فعلی من هست، طبیعتا بیشترین شانس رو دارن هست برای من که اونا بتونن
اونا مشتری جدید من باشن، وگرنه کسی که هیچ پیج فشنی در اینستاگرام دنبال نمیکنه و کلن علاقه ای به خرید لباس نداره، شاید بهترین کار برای من نباشه، شاید اصلا من نخوام تبلیغم به چنین آدمی نمایش داده بشه. بنابراین ما آدینس رو میسازیم که لوک لایک به معنی شبیه هست، شبیه کاستم آدینس. کاستم آدینس میتونه فالوور های فعلی شما باشه، مشتری قبلی شما باشه، و لوک لایک به معنی شبیه، شبیه اون کاستم آدینس، شبیه کسی که شما رو قبلا فالو کرده، شما رو لایک کرده، از شما خرید کرده. برمیگردم به پیج آدینس. بنابراین ما می‌خوایم کسانی که شبیه به فالوورهای فعلی ما هستن، شبیه منظور شبیه رفتاری هست، رفتارشون در فیسبوک، اینستاگرام، توی اینترنت رفتار مشابهی دارن، پیج‌های مشابهی رو دنبال می‌کنن و کلیک‌های مشابهی می‌کنن، ما تمایل داریم اون رو به عنوان یه سیگنال به فیسبوک بدیم که بگیم یا آدمای چنین یوزرهایی رو برای ما پیدا کن. لازمی ساختن اون لوک لایک اینه که اول کاستم آدینس رو بسازیم. کرییت آدینس، من روی کاستم آدینس کلیک میکنم. وبسایت اینجا، چوز کاستم آدینس سورس. سورس شما چی است؟ آیا وبسایتتون، اگه وبسایتتون کانکت هست به فیسبوک، کاربرانی که به عنوان مثال قبلا وبسایت شما رو بازدید کردن، آیا لیست کاستمر دارید؟ یه لیست میتونید آپلود کنید، اطلاعات تماس دارید از قبل، لیست مشتری قبلی و گزینه‌های دیگه. ما میریم روی متا سورس. متا منظور سورس اینستاگرام و فیسبوک هست. متا اسم شرکت پرنت اینستاگرام و فیسبوک هست. ویدئو، روی هر کنوم از این ساین آی اینفو کلیک کنید، بهتون هاور کنید ماوس رو، بهتون میگه این سورس چی است. روی ویدئو کرییت ان آدینس، یه آدینسی از افرادی بسازید که قبلا ویدئوهای شما در فیسبوک یا اینستاگرام رو تماشا کردن. لید فرم، کسانی که اگه قبلا کمپین لید ران کردید، میتونید آدینس هایی که فرم شما رو پر کردن یا باز کردن رو آدینس بسازید، یه آدینس توی اون دسته قرار بدید. سایر گزینه ها، ما میریم سراغ اینستاگرام اکاونت. توضیح که داده آدینسی بسازید، آدینس مخاطب. من معذرت میخوام کلمات انگلیسی میگم، چون تمام کارم با این پلتفرم ها هست هر روز و کلان کلمات انگلیسی به کار میره، خیلی وقتا کلان فراموش میکنم که همه رو دارم انگلیسی میگم و از این بابت معذرت میخوام، و اگه کلمه ای میگم که براتون شناخته شده نیست، حتما توی کامنت ها اعلام کنید تا توضیح فارسیشو بهتون بگم. کاملا ناخواسته تقریبا همه چون خیلی از این کلمات تکنیکال، کلمات فنی رو به انگلیسی میگم. اینستاگرام اکاونت، کرییت ان آدینس، یه مخاطبی بسازید، یک دسته مخاطبی از افرادی بسازید که پروفایل اینستاگرام شما رو ویزیت کردن، بازدید کردن، یا با شما یه اینتراکتی، انگیجمنتی داشتن، کامنت گذاشتن، فالو کردن، چه توی پروفایلتون، توی پستتون یا توی تبلیغات قبلیتون. ما اینستاگرام اکاونت رو انتخاب میکنیم، نکست. حالا سورسمون پیج اینستاگرام هست. And everyone who engage، چند تا گزینه داریم. گزینه دوم دیفالت هست. کسانی که قبلا با این پیج اینستاگرام engage کردن، ارتباط برقرار کردن، که گزینه خوبی میتونیم برای ما باشه. منظور از engage کسایی که لایک گذاشتن، کامنت گذاشتن، پیج های شما رو سیف کردن، روی دکمه هاتون کلیک کردن یا پست شما رو شیر کردن. گزینه بعدی anyone who visited this professional account profile، هر کسی که پروفایل شما رو ویزیت کرده، شاید هیچ انگیجمنتی هم نداشته باشه، شاید هیچ لایکی نذاشته باشه، شاید فالو نکرده باشه، کامنت نذاشته باشه، فقط اومده یه نگاه کرده به پیج اینستاگرام شما، میتونه اونم یه دسته مخاطب مناسبی باشه. میتونید دو تا کاستم آدینس بسازید. ما همین گزینه دیفالت رو پیش میریم. گزینه های دیگر رو من خیلی توضیح نمیدم،
فقط یکیش از people who sent you a message on this professional account، کسانی که قبلا توی اینستاگرام بهتون مسیج دادن، اونا رو کاستم audience مخاطب قرار میدید، به عنوان مخاطب دسته‌بندی میکنید. من گزینه دوم رو انتخاب میکنم، everyone who engaged with this professional account، هر کسی که چه پروفایل شما رو بازدید کرد، چه لایک گذاشت، چه کامنت گذاشت، چه شیر کرد. بازدید البته نه، بازدید engage حساب نمیشه، ولی کسی که یه اقدامی روی پروفایل شما انجام داده، اونا رو میخوام توی یه گروه دسته‌بندی کنم. retention به این معنی است که توی چند وقت قبل شما ممکنه این پیج اینستاگرامتون 5 سال دارین ران میکنید، آیا علاقه دارید مخاطبان قدیمی، کاربرای قدیمی که شاید کسی 1 سال پیش با شما ارتباط برقرار کرده، اون رو جزء دستتون قرار بدید، یا نه میخواید کاربرهای فرشتر، کاربرهای تازه در رو فقط هدف قرار بدید. اینکه چه ریتنشن دیت رو انتخاب کنید بستگی به شما داره، حد اکثرش 1 سال هست. اگه من 1 سال مشکلی نمیبینم، به خصوص اینکه اگه اخیراً پیجتون خیلی گرو نداشته، توی 1 سال مسلماً کاربرای بیشتری بودن، مگه اینکه let's say توی 3 ماه گذشته، توی 6 ماه گذشته یه رشد خیلی زیادی داشتین توی اینستاگرام و اینقدر کاربر هست که بتونید دیتای کافی داشته باشید. ما با همین دیفالت 365 روز پیش میریم. شما میتونید حتی بیشتر هم کنید، کاستم آدینس، کسانی که انگیج کردن with this professional account، و ما anyone who visited this professional account رو هم انتخاب میکنیم، هم کسانی که ویزیت کردن و هم کسانی که انگیج کردن، هم کسانی که ویزیت کردن یا کسانی که انگیج کردن با ما. مجددا 365 روز آدینس نیم باید انتخاب کنیم، اسمشو میذاریم اینستاگرام انگیجرز، و یه دیسکریپشن، یه توضیح هم میتونید بنویسید که این آدینس شامل چه دسته از افرادی میشه. create audience done. اینجا یه گزینه داره برای شما، create lookalike audience، create an ad، create a custom another custom audience. ما lookalike audience رو میخوایم. حالا done رو میزنم من اینجا، اول این audience جدید رو ببینیم. Instagram engager، estimated audience size خیلی نیستش، فقط 1000 تا، البته ممکنه بعد از این مدت تعدادش بیشتر بشه، یه مقدار باید بهش زمان بدیم، 1000 تا ولی عدد زیادی نیست واقعا. حالا ما این رو سلک کردیم، این کاستم آدینس جدیدمون، و کرییت آدینس رو انتخاب میکنم دوباره، این بار لوک لایک آدینس یه سورسی شما میدید، سورستون میشه اون کاستم آدینس هایی که قبلا ساختیم. ما کاستم آدینس اینستاگرام انگیجر ساختیم، کسانی که قبلا توی اینستاگرام ما رو ویزیت کردن پروفایل ما رو، و یا با ما یه انگیجمنتی داشتن، لایک کردن، شیر کردن، اون میشه سورس لوک لایک ما. لوکیشنمون همون ترکی رو میتونیم انتخاب کنیم، که چون کاربر به فیسبوک دیفالتش رو تمام لوکیشن ها در نظر میگیره، ما میتونیم محدودش کنیم به ترکیه، چون تبلیغمون یا توی ترکیه هست، و یا نه میتونیم خالی بذاریم، خیلی مهم نیست، چون توی وقتی داریم کمپین رو میسازیم، ادست رو میسازیم، اینجا anyway ما لوکیشن رو انتخاب میکنیم، میگیم تبلیغمون فقط به آدمایی که توی این کشور زندگی میکنن نمایش داده بشه. من اینو خالی میذارم. number of audience sizes، number of lookalike audience، من هر کدوم اینا رو انتخاب کنم، 1, 2, 3, 4، این درصد بیشتر میشه، 0 تا 4%. تفاوتش اینه که شما هرچی این رنج شما، رنج لوکلایک شما کوچیک‌تر باشه، این مخاطبانی که توی این لوکلایک آدینس قرار میگیرن شبیه‌تر هستن، بیشترین میزان شباهت رو به کاستم آدینس شما، به انگیجمنت آدینس اینستاگرام شما دارن. هرچی این رنج رو ما بیشتر کنیم، میتونیم با موس هم زیادش کنیم، میزان اون شباهت کمتر میشه.
صفر و یک درصد بیشترین شباهت رو دارن. معمولا اینه که خیلی وقتا من دوتا میسازم، یه دونه دوتا یا سه تا، یه دونه میدادم صفر تا یک درصد و یه دونه لوکلایک جداگانه میسازم یک تا سه درصد. ما برای اینجا مجددا میگم باید تست کنید همه آدینس ها تبلیغات. باز هم تاکید میکنم مقدار زیادی به موفقیت در تبلیغات به تست کردن بستگی داره. شما باید مدام و مدام تست کنید، تست های پلان شده، تست های برنامه ریزی شده، استراتژیک، تا بتونید بهترین مخاطب ها، بهترین کریتیو، بهترین متن کپی رو انتخاب کنید. ما 0 تا 1 درصد رو میسازیم که شبیه ترین افراد به کاستم آدینس ما هستن. کرییت آدینس فعال نیست، شاید به خاطر اینکه کشور انتخاب نکردم. بله کشور رو پس لزوما باید انتخاب کنیم. استیمیتد ریچ 600,000 نفر، 600 هزار نفر رو فیسبوک تشخیص داده توی کشور ترکیه که شبیه مخاطبان اینستاگرام شما هستن. بیشترین شباهت، ما هرچی این رو بیشتر کنیم این استیمیتد ریچ بیشتر میشه، ولی خب میزان شباهت هم به مخاطبای شما کمتر میشه. فعلا با همین 600K شروع میکنیم. 0 تا 1 درصد کرییت آدینس. توی اینستاگرام انگیجر همونطور که گفتم نوشته بیلو 1000، سایزش زیر 1000 تا هست، خیلی سایز کوچیکی هست. ولی اگه توجه کنید اینجا نوشته پاپیولیتینگ، داره پاپیولیت میکنه این لیست. من انتظار دارم که بعد از چند ساعت بزرگتر بشه، چون این پیج اینستاگرام که من دارم روش تبلیغات میکنم پیج نسبتا بزرگی هست و 1000 تا برای خود منم سورپرایز بود، ولی این عدد نهایی نیست، لزوما احتمالا بیشتر خواهد بود چون پیج بزرگی هستش و اینستاگرام انگیجمنت انگیجر این پیج من انتظار دارم بیشتر از 1000 تا باشه توی یک سال گذشته. لوکلاکمون هم همینطور پاپیولیت داره میکنه. معمولا سعی کنی از یک روز قبل از شروع تبلیغاتتون این آدینس ها رو بسازید تا بعد از 24 ساعت کامل شده باشه لیست. اوکی، ما دوتا آدینس ساختیم و میخوایم این لوکلاک رو تو تبلیغمون استفاده کنیم. برمیگردیم به صفحه ادز منیجر. الان من نمیبینم اینا رو چون که البته اجازه بدید تست کنیم کاستم آدینس. خب من اینا رو نمیبینم چون که باید صفحه رو ریفرش کنیم. من ریفرش میکنم صفحه رو تا آدینسمون اپیر بشه. برمیگردم به صفحه کمپین، کمپین رو انتخاب میکنم، توی صفحه ادست ادیت، اینجا ادست رو انتخاب کردم، ادیت رو میزنم. خب میریم پایین دوباره قسمت آدینس. آدینس ساجستشن سرچ اگزیستین، اینجا آدینس همون هستن. ما لوک لایک، یه دونه گزینه لوک لایک داریم، این رو انتخاب میکنیم به عنوان یه سیگنال اضافه میکنیم به آدینس ادوانتج پلاس آدینس، تا به فیسبوک سیگنال بیشتری بدیم که چه مخاطباری رو برای ما پیدا کنه. و من برمیگردیم بالا یکم، این قسمت مور یه چیزی داشت توی آدینس کنترل به اسم اکسکلود دیس کاستم آدینس. کاری که ما میتونیم بکنیم اینجا اینستاگرام انگیجر رو اکسکلود کنیم. اکسکلود به این معنی که تبلیغمون به این افراد نمایش داده نشه. همونطور که قبلا گفتم توضیح دادم یک کمی، این افراد دارن ما رو فالو میکنن، با ما انگیج میکنن، ما رو بازدید کردن، ما رو از قبل میشناسن. شاید ما تبلیغمون نخواهیم به این افراد نمایش داده بشه و ترجیح میدیم پولمون برای کاربران جدید خرج شه. این که شما بخواین اینا رو اکسکلود کنید یا نه 100% به شما بستگی داره، به بیزینس شما، هدف شما. توی لوک ادوانتج پلاس شما مطلقا مجددا میتونید سن رو تشخیص تعیین کنید. اگه محصول شما مناسب یه سن خاصی است، let's say 18 تا 35، میتونید اون رنج سنی رو تعیین کنید. اگه نه که تمام رنج های سنی رو انتخاب میکنید.
جندر به فیسبوک میگین که آیا تبلیغ شما به تمام جنسیت ها نمایش داده بشه، مردها و زنها، یا نه فقط به زنها. حتی اگه آل رو هم انتخاب کنید، ولی اگه پیج اینستاگرام به عنوان مثال این پیج اینستاگرام یک پیج فروش لباس زنها هست، لباس خانوم ها، خود فیسبوک انقدر قابلیت داره، انقدر هوشمند هست که تشخیص بده این تبلیغات بیشتر مناسب خانوم ها هست، این تبلیغ بیشتر به خانوم ها نمایش داده میشه. ولی نه، برای محکم کاری میتونید فقط شما ویمن رو انتخاب کنید و تبلیغ رو به زنها نشون بدید در اینستاگرام یا فیسبوک. ولی خب این رو هم در نظر بگیرید، خیلی وقتا حتی اگه لباسی که میفروشید لباس زنانه هست، خیلی وقتا آقایون لباس رو میخرن برای خانوم هاشون، یا برعکس اگه لباس شما مردانه هست، خیلی وقتا خانوم ها اون لباس رو میخرن برای آقایان. بنابراین ممکنه خودتون رو لیمیت کنید اگه فقط زنها رو انتخاب کنید. ما با گزینه آل پیش میریم. بعد یه مدت اگه دیدیم که اوکی، خیلی از کاربرایی که دارن تبلیغ ما رو میبینن، فکر میکنم توی قسمت ریپورت این ریپورتینگ این ریپورت رو به ما بده فیسبوک، مخاطبانی که ما رو میبینن مرد هستن یا زن، یا زن مخاطبانی که تبلیغ ما رو دیدن. بعد از یه مدت که تبلیغ ران شد، ما میتونیم اون ریپورت رو بررسی کنیم. اگه بیشتر از حد انتظار، let's say 50% آدمایی که تبلیغ ما رو دیدن مرد هستن، خب doesn't make sense. In that case we can just change it, target women only. یه گزینه داره اینجا، switch to original audience option. این ما این رو که انتخاب کنیم دیگه ادوانتج پلاس نیست، دیگه این کنترل رو به فیسبوک نمیدیم که تبلیغ ما رو تشخیص بده به چه کسی نشون بده. تمام دیتیل کمپین رو خودمون انتخاب میکنیم، اینکه تارگتینگ های کمپین رو. گزینه ها مثل هم هست، ادوانتج اینجا include people who watch, who match. شما میتونید تارگت کنید، تارگت به عنوان مثال کسانی رو من تارگت میکنم که اجازه بدید من برگردم به ادوانتج پلاس، چون فکر میکنم کامل درست توضیح ندادم. برمیگردم ادوانتج پلاس، تمامش این نیست که فیسبوک پیدا کنه برای شما چه کسانی مناسب هستن. شما همچنان میتونید لیمیت کنید، این قابلیت لیمیت کردن رو دارید، قابلیت کنترل رو دارید که به فیسبوک سیگنال بدید، به فیسبوک بگید که لوکلایک کاربرای من رو پیدا کن، یا کسانی که به یه موضوع خاصی، به تاپیک خاصی اینترست دارن. ولی به این معنیه که فیسبوک جایی که ببینه میتونه ویو بیشتری برای شما بگیره، ویو که کلمه مناسبی نیست، ریزالت بیشتری برای شما بگیره، میتونه فراتر از اون انتخاب شما بره. شما حتی اگه لیمیت کرده باشین، به فیسبوک این اجازه رو دادید که در صورت نیاز به کاربرهای سایر کاربرهایی که توی دیتیل تارگتینگ شما قرار ندارن هم تبلیغ رو نشون بده. ولی وقتی ادوانتج پلاس رو حذف کنید، سویچ تو اوریجینال آدینس آپشن، یس یوز اوریجینال آدینس، دیگه فیسبوک فقط تبلیغ شما رو به کسانی نشون میده که انتخاب کردید، اگه انتخاب کرده باشید. شما حتی این کنترل هم دارید، باز هم هیچ آدینسی انتخاب نکنید، تمام آدینس های فیسبوک، و این اجازه رو به فیسبوک بدید با توجه به تبلیغ شما و بک‌گراند شما بهترین آدینس رو براتون انتخاب کنه. من همون ادوانتج پلاس رو انتخاب میکنم و یه سری سیگنال به فیسبوک میدم. برمیگردیم، لوکلایک رو انتخاب کردیم، آل جندر، جن، ایج، دیتیل تارگتینگ، کسانی که بر اساس دموگرافیک و اینترست و بیهیویر افراد هستن. به عنوان مثال من اینجا سرچ میکنم فشن، یه سری گزینه میاد، کسانی که به فشن دیزاین علاقه دارن، اینو میتونم به عنوان یه آدینس اضافه کنم. فشن دیزاین
شاید کمی بیزنس باشه، کسایی که به طراحی فشن انتخاب علاقه دارن. خب شاید مناسب نباشه. دوباره فشن رو سرچ میکنم من ببینم چه گزینه هایی میتونه برای من داشته باشه. استریت فشن میتونه گزینه خوبی باشه. فشن اکسسوری، اگه شما اکسسوری ارائه میدید توی پیجتون. فشن اند استایل میتونه گزینه خوبی باشه. یا ریتیلر، فروشگاه فشن، فروشگاه لباس. میتونم اون رو به عنوان یه اینترست اضافه کنم، به فیسبوک این سیگنال رو بدم که تبلیغ من رو به این آدم ها نشون بده، کسانی که به فشن انتخاب دارن، علاقه دارن. توجه کنید هرچی اینترست بیشتری انتخاب کنید، سایز آدینستون ممکنه کوچکتر بشه. این سایز شاید در حال حاضر خیلی قابل اعتماد نباشه، ولی این سایز آدینس هرچی کوچکتر باشه، نیشتر باشه به قول معروف، هزینه تبلیغات شما ممکنه بیشتر بالا بره. بنابراین هرچی برودتر انتخاب کنید. من اگه این لوکلاک رو حذف کنم، همونطور که میبینید این اسپسیفیکه یه خورده برود شد، استیمیتد آدینس سایز 5 میلیون تو 6 میلیون، ولی وقتی لوکلاک رو انتخاب میکنم می نویسه estimated size below 1000، that is که واقعا خیلی کمه، ولی چون با هم مرور کردیم این دلیل کم بودن زیر تعداد کم بودن این آدینس اینه که ما تازه آدینس رو ساختیم، هنوز داره پاپیولیت میکنه. یک ریفرش کنم ببینم پاپیولیتش تموم شد یا نه، که نه هنوز داره پاپیولیت میکنه، هنوز لیست کامل نیست، شاید به خاطر همینه که داره خیلی کم نشون میده، زیر 1000 تا. فشن دیگه میتونیم سرچ کنیم چه گزینه هایی داره. کلودینگ چیزی پیدا نمی کنه. درس چیزی پیدا نمی کنه. فشن هیچ چیزی پیدا نمی کنه. اوکی، بهترین کار اینه که ریفرش کنیم پیج رو، چون در حال حاضر هیچ چیزی پیدا نمی کنه. گاهی پیش میادش، گاهی شما سرچ میکنید و چیزی پیدا نمیشه، یه ریفرش کنید درست میشه. معمولا برمیگردیم به قسمت audience control and detail targeting. اوکی، تست کنیم fashion، بله پیدا میکنه. مجددا سرچ میکنم clothing، یه کسانی که به لباس علاقه دارن. میتونیم audience های مختلف رو اینجا قرار بدیم. اگه یادتون باشه من گفتم توی هر کمپین، توی یک کمپین شما میتونید ادست های مختلف داشته باشید. دلیل داشتن ادست مختلف چی هست؟ اینکه شما تارگت های مختلف، آدینس های مختلف رو تست کنید. چون اگه آدینس های بیش از اندازه و نه خیلی شبیه با هم دیگه اینجا بذارید، در آخر نمیتونید تشخیص بدید کدوم یکی از این آدینس ها نتیجه بهتری داره، چون فیسبوک به شما ریپورت نمیده که بر اساس اینترست آیا این اینترست بهتر بود یا این یکی. شما فیسبوک به شما یه ریپورت کلی در مورد ادست میده. حتی برای لوکلاک به عنوان بست پرکتیس، به عنوان روشی که من خودم و افراد پروفشنال معمولا انجام میدن، معمولا لوکلاک رو شما همزمان با دیتیل تارگتینگ استفاده نمیکنید. یه ادست جداگانه برای لوکلاک دارید، یک ادست جداگانه برای دیتیل تارگتینگ. و حتی برای دیتیل تارگتینگ این دوتا میک سنس میکنه. کلودینگ اند فشن اند استایل شبیه به هم هستن از لحاظ کامن سنس، عقل سلیم، خیلی تفاوتی نداره. فشن و کلودینگ جفتشون شبیه هستن، میک سنس میکنه اونا رو توی ادست بذارین. ولی اجازه بدید من اینو ببندم، سفر رو دوباره ریفرش کنم که تو ادستم رو ببینم. کمپین ادست، من توی ادستم هستم، میتونم ادست رو بعد از اینکه روش کلیک کردم دوپلیکیت کنم. دوپلیکیت توی اگزیستینگ کمپین، دوپلیکیت به معنی کپی هست، یه کپی از اون بسازم. اسمش رو برای ادست هاتون هم دقیقا مثل کمپین ها پیشنهاد میکنم حتما یه نیمینگ کانونشن داشته باشید، یه استاندارد نامگذاری. من میتونم هر کدوم از این اسما رو بر اساس آدینسی که میدم مشخص کنم، تا بعدا توی نگاه بدونم
کدوم آدینس، کدوم ادست، کدوم آدینس هست، لازم نباشه لزوما اوپن کنم. خب این ادست اولیه‌مون، کلیک میکنم سمت چپ، فشن اند استایل. ادست دوممون هم همون هست، چون دوپلیکیت کردیم، کپی کردیم، ولی من اینا رو پاک میکنم، یه اینترست جدید اضافه میکنم، let's say Persian. کسانی که به زبان فارسی علاقه دارن که تست کنم آیا کسانی که به این زبان علاقه دارن میتونن مخاطبای پرمنفعتری برای من باشن یا نه. Persian language و Fashion and Style هیچ شباهتی به هم ندارن، دوتا تاپیک کاملا متفاوت هستن و به همین دلیل توصیه نمیشه این دوتا Fashion و Persian language با هم دیگه توی یه ادست قرار بگیرن. یا یه روش دیگه که میتونید استفاده کنید، میتونید یه دونه ادست بسازید، شما دیتیل تارگتینگ بدین، لوکالایک بدین. ادست دوم کلن هیچ آدینسی ندید، دیتیل تارگتینگ رو پاک کنید، لوکالایک رو پاک کنید و به فیسبوک آزادی کامل بدید که مخاطب رو برای شما پیدا کنه. فیسبوک خودش این قابلیت رو داره با توجه به پیج شما و تبلیغ شما، ویدیو و کریتیو عکس شما، مخاطبان مورد نظر برای شما رو پیدا کنه. شما میتونید دوتا ادست داشته باشین، یه دونه دیتیل تارگتینگ کنید، تارگت بذارید، کاستم آدینس بسازید و یه دونه کلن هیچ کاستم آدینس ندید، هیچ لوکلایک ندید و اجازه بدید فیسبوک خودش آدینس مورد نظر شما رو پیدا کنه. و در انتها، نه در انتها، بعد از دو هفته، سه هفته که تبلیغات دند شد، ران شد، ریزالت ها رو ریویو کنید، ریپورت ها رو ریویو کنید و ببینید کدومش بهتره. اونی که خوب نیست رو پاس کنید کلن. من حالا این رو دیلیت میکنم، با همون یه دونه ادست پیش بریم که کمپینمون ساختارش پیچیده نشه. الان صفحه کمپین هستیم، سمت چپ میبینید، بعد نیو انگیجمنت ادست هستید، اینترست هایی که انتخاب کردیم هستن اونجا. شما دیفاین فردر رو میتونید بذارید. دیفاین فردر حالت اند پیدا میکنه، بای دیفالت اور هست. کسانی که به فشن یا به کلودین علاقه دارن، شما میتونید انتخاب کنید کسانی که هم به فشن علاقه دارن و هم let's say به Persian language، یعنی هر دوتا ویژگی رو باید داشته باشن که جزء تارگتینگ شما باشن. پلیسمنت، تبلیغ شما در کجا نمایش داده بشه. Again دوتا گزینه دارید، advantage place placement، manual placement. معمولا من با advantage plus placement پیش میرم، به فیسبوک آزادی کامل میدم که تبلیغم رو کجا نمایش بده، یا manual placement که میتونید خودتون انتخاب کنید توی کدوم پلتفرم ها ام دیوایس رو انتخاب کنید، آیا توی فقط موبایل یا فقط دسکتاپ یا هر دو، یا پلتفرم ها توی فیسبوک، اینستاگرام، مسنجر، آدینس نتورک توی کجاها نمایش داده بشه. فیسبوک و اینستاگرام و مسنجر میدونیم کجاها هست. آدینس نتورک خارج از فیسبوک هست، اپلیکیشن هست، یه سری اپلیکیشن های بیرونی که تبلیغ شما توی اون اپلیکیشن ها هم نمایش داده میشه. آیا خوب هست یا نه؟ بستگی داره. برای شروع توصیه میکنم حتی این رو حذف کنید، چون میتونه گیمین اپلیکیشن باشه. توی اپلیکیشن های گیم معمولا کسی که داره گیم بازی میکنه توی اپلیکیشن، حواسش تمام حواسش به اون گیم بازی کردن هست. اون تبلیغایی که کنار گیم، بالای گیم، وسط گیم نمایش داده میشه، اصلا توجه نمیکنه، رد میکنه. بنابراین شاید براتون مفید نباشه، مگر اینکه بودجه زیادی داشته باشید بخواید اسکیل کنید کمپینتون رو. پلتفرم ها هست و اینا هم پلیسمنت ها هستن، توی کجاها نمایش داده بشه، توی فید فیسبوک و اینستاگرام، توی استوری یا جاهای دیگه میتونید انتخاب کنید، چیزی رو حذف کنید. ما تقریبا کامل هست بحث ادستمون. قسمت مور یه سری گزینه های دیگه هست، میتونید بیشتر تارگتتون رو لیمیت کنید،
که فقط افرادی که از طریق وای فای کانکت هستن به اینترنت بتونن تبلیغ شما رو ببینن. اسکیپبل ادز به عنوان اسکیپبل ادز تبلیغایی هستش که کاربر میتونه رد کنه، لازم نیست کامل تماشا کنه. من هیچ کدوم اینا رو ضرورتی نمیبینم انتخاب کنم حداقل برای شروع. و میریم مور نکست. حالا قسمت نیو اد، اینجا مرحله نهایی ساخت تبلیغ هست و چطور تبلیغمون رو بسازیم، چطور عکس اصلی، ویدئوی اصلی. نیو اد، اد نیم. مجددا شما برای هر مجددا ما ساختار کمپین رو مرور کنیم. شما یه دونه کمپین میسازید، برای یک کمپین میتونید یک یا چندین اد ست بسازید و برای هر اد ست میتونید یک یا چندین اد بسازید، یک یا چندین تبلیغ. برای یه اد ست میتونید تبلیغ‌های مختلف نمایش بسازید. این سوال براتون ایجاد میشه، من تبلیغم فقط شاید یه بار به کاربر نمایش داده بشه، چه دلیلی داره بخوام دو تا تبلیغ بسازم؟ دلیلش اینه که شما دارین توی اد ست تست میکنید. اوکی، دارین یه سری مخاطب رو تست میکنید. حالا داخل اون تستتون میخواین دو تا تبلیغ مختلف رو تست کنید. میتونید یه دونه تبلیغ ویدئو و یه دونه تبلیغ ایمیج، دو تا تبلیغ رو تست کنید. فیسبوک هر دوتا رو همزمان نشون نمیده، ولی اون دوتا رو نشون میده. به مرور زمان به کاربرهای مختلف شما یه سری دیتا میگیرید و دستتون میاد که چه تبلیغی داره بهتر کار میکنه. یا حتی دوتا ایمیج، دوتا ایمیج با فرمت مختلف، دوتا ویدئو با فرمت مختلف، تا بهترین تبلیغ رو پیدا کنین. شما اگه یه دونه اد بسازید، یه دونه اد ران کنید، اوکی، تبلیغتون ران میشه، یا نتیجه میگیرید یا نمیگیرید. But at the end, so what? How do you know if that ad، از کجا میخواییم بدونید آیا اون اد، اون تبلیغ، تبلیغ خوبی بود یا نه، نیاز به ایمپروومنت داره. تست کردن همیشه به شما ایده‌های بیشتری میده، ایده های بیشتری میده. دلیل این که بخواید تبلیغ‌های مختلف پرتعداد بسازید، دو تا سه تا داخل یه اد ست، اینه، تست کنید که ببینید کدوم تبلیغ بهتره. و در این حال بودجه خودتون رو هم در نظر بگیرید. وقتی باجتتون کم هست، شما اگه اد ست های مختلف بسازید، اد های مختلف بسازید، فیسبوک بودجه کافی نداره بخواد تمام اینا رو تست کنه. بنابراین هیچ وقت تست دیتای کافی نخواهید گرفت و هیچ وقت تستتون نتیجه نخواهد داد. بنابراین شما باید بالانس کنید بودجتون و تعداد ادستاتون، تعداد ادتون، چطوری بالانس کنید که بتونید هم دیتای کافی بگیرید هم تست کنید. اینجا استراتژی اصلی ران کردن تبلیغات هست. ما با یه دونه اد پیش میریم، پارتنرشیپ اد. اگه با یه پیج دیگه، با یه اینفلوئنسر توی با یه برند دارین تبلیغات میکنید، به عنوان مثال شما بدارین به یه اینفلوئنسر پول دادین که اون اینفلوئنسر تبلیغ شما رو انجام بده، یا یه اینفلوئنسر هستین خودتون دارین مال یه برند رو تبلیغ میکنید، این پارتنرشیپ اد رو انتخاب میکنید تا اعلام بشه توی تبلیغتون، تا کاربرها بدونن که اون پستی که اون اینفلوئنسر داره میره پست تبلیغاتی هست. همینجوری نیست که داره تعریف میکنه از اون برند، نه، تبلیغ هست، اسپانسر هست، پول گرفته که داره تبلیغ میکنه. این بیشتر فقط برای ویزیبیلیتی بیشتر برای کاربرها هستش که از لحاظ لیگال حداقل در کشورهای کانادا، یونایتد استیتس، کشورهای غربی، قانون هست که میگه حتما شما اگه تبلیغی انجام میدید، پولی گرفتید بابت اون تبلیغ، باید اعلام کنید. اگه اعلام نکنید میسلیدینگ هست، دارید فریب میدین کاربرها رو. اد ستاپ، اینجا دو تا گزینه دارید، create ad or use existing post. create ad، شما یه تبلیغ میسازید، یک پستی رو، یک ایمیج یا یک ویدئو رو آپلود میکنید، اد میکنید. Use existing post، میتونید یکی از پست‌های قبلی پیج اینستاگرامتون رو تبلیغ کنید.
توی create add اگه برم شما دو تا گزینه دارید توی format single image or video or carousel. single image یه دونه عکس هست، یه دونه ویدیو هست، تبلیغ اون رو کاربر اون رو میبینه. carousel من باید نمایش بدم به شما که ببینید چی هست. توی گوگل، فیسبوک، carousel ad یه تبلیغی هست که عکس‌های متعدد، به عنوان مثال چنین تبلیغی شما احتمالاً توی فیسبوک یا اینستاگرام دیدین، یه دونه تبلیغ اسکرول میکنید به سمت راست یا چپ عکسای دیگر رو میبینید. همش یه تبلیغه، همش یه کمپین هست، یک تبلیغ هست، ولی عکسای مختلف، پروداکت های مختلف که میتونه جذابیت خاص خودش رو داشته باشه. یا اینه، این یه کاروسل اد هست، یه حالت استوری مانند، یه داستان مانند درست کرده این تبلیغ، این ادورتایزر، این تبلیغ دهنده. همش یک تبلیغ هست ولی کاربر میتونه اسکرول کنه و عکسای بعدی رو ببینه. این بهش میگن کاروسل اد. سینگل ایمیج هم فقط یه دونه ایمیج هستش یا ویدیو. ما یوز اگزیستینگ پست رو انتخاب میکنیم. مالتی ادورتایزر اد چی هست؟ شما شاید دیده باشین توی فیسبوک یا اینستاگرام اخیراً، من خودم هم چند بار دیدم، چندین تبلیغ حالت کاروسل هست، همون حالت کاروسل شبیه به اون هست، ولی چند تبلیغ از چند ادورتایزرهای مختلف رو کنار هم قرار میده. تبلیغ شماره 1, 2, 3, 4 تا ادورتایزر مختلف و کاربر به اون شکل، ممکنه تبلیغ شما بین 4 تا تبلیغ شما دیگه باشه. میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. خوب این که ویزیبیلیتی بیشتری داشته باشه، بد این که ممکنه اصلا تبلیغ شما گم شه، دیده نشه بین اون همه تبلیغات. و بستگی به شما داره انتخاب کنید یا نه. من انتخاب میکنم، ضرری توش نمیبینم. ما چون یوز اگزیستینگ پست رو انتخاب کردیم، نیاز نیست تبلیغ جدید بسازیم، عکس جدید آپلود کنیم. دو تا گزینه داریم، یا یه دونه پست‌های قبلیمون رو سلکت کنیم، یا یه دونه پست جدید بسازیم و اون پست جدید رو تبلیغ کنیم. من میرم سلکت پست کنم و یکی از پست‌های قبلی سلکت پست، میرم اینستاگرام، سلکت دیت میکنم last 28 days. هیچ کدوم از این تبلیغات رو به من امکان استفاده نمیذاره، چون که اینا استوری هستن، استوری ها امکان تبلیغشون نیست اینجا چون تکس ندارن. من میرم پایین تر که یه پست رو پیدا کنم، ریل اور فید. این استوری ها قابل تبلیغ نیستن و یه خورده مجبور بودم بیام پایین تا پست مورد نظرم رو پیدا کنم. میتونم هر کدوم از اینا رو انتخاب کنم، یا یه راه دیگه برای پیدا کردن پست وجود داره. من پیج اینستاگرام رو اوپن کنم توی یه تب جدید. این پیج اینستاگرامی هست که ما داریم براش تبلیغات انجام میدیم، پیج یسیل مودا توی فیسبوک. توی اینستاگرام که تبلیغات لباس زنانه هست. برای اینکه من پست مورد نظر خودم رو پیدا کنم و تبلیغات کنم، اون پست رو باز میکنم. این بالا توی URLش آیدیش رو انتخاب میکنم، گزینه این قسمت آخر URL. من فقط مطمئن شم که شما میتونید ببینید توی ریکوردینگ، بله قابل مشاهده است. این URL رو شما میتونید سلکت کنید، URL پستتون، قسمت آخر پست، و مستقیم اون رو توی پست ایمیج ویدیو آیدی پیست کنید. و اینتر، و اون پست رو به شما میده. حالا میتونم سلکت کنم این رو. کنتینیو. حالا ما این پست رو قصد داریم تبلیغات کنیم. سمت راست به شما پریویو میده که میتونید ببینید تبلیغتون چطور هست. نکته که توی
اولا اون اد تبلیغ شما، اد شما، اسمی که بهش میدن معمولا ادورتایزر رو استفاده میکنن به اسم کریتیو هست. این یه کریتیو حساب میشه. کریتیو شما یه سری ریکوایرمنت ها هستش که باید رعایت کنین، به خصوص توی فیسبوک. یه سری بیس پرکتیس ها، شاید اون پست فیسبوک شما، پست اینستاگرام شما لزوما بهترین پست برای تبلیغ نباشه. برای تبلیغ شما شاید لازم باشه یکم کار گرافیکی کنی، یه پست جدید مخصوص تبلیغ بسازی. برای اینکه بدونید ریکوایرمنت ها چی هست، سایز مورد نظر چی هست، توی گوگل سرچ کنید فیسبوک اد کریتیو ریکوایرمنتس. اینجا یه پیجی میاد، فیسبوک ادز کریتیو گاید. من حتما توصیه میکنم برید توی این پیج بخونید اینا رو، سایزهای مختلف رو بشناسید. به عنوان مثال معمولا تبلیغات فیسبوک حالت مربع هستش. الان این تبلیغ، این ریل اینستاگرام، صورت کاربر از صورت از توی ویدیو هست شده، دیده نمیشه چون برای این سایز، ولی برای استوری کاملا نمایش داده میشه. من استوری رو کلیک کردم، اگه نمایش بده پریویو. توی استوری اگه میبینی سایز کامل نمایش داده میشه. ولی توی فید حالت مربع میشه، کامل نمایش نمیده. پایین و بالای ویدیو کات میشه مگه اینکه کاربر روش کلیک کنه. و خب شاید این چیزی نباشه که شما بخواید. شاید بخواید که تبلیغتون کامل نمایش بده بشه، کریتیوتون دیده بشه، و در اون صورت لازمه که یه پست جدید بسازید. همین ویدیو رو میتونید ادیت کنید، حالت مربع کنید، سایز مورد نظر که مناسب تبلیغات باشه و اپتیمایز باشه. سایزهای مختلف رو اینجا نوشته، بهترین سایز ها برای ایمیج توی این قسمت requirements فیسبوک ادز گاید نوشته. ایمیجتون چه مشخصاتی داشته باشه، چه پیکسلی باشه، چه سایزی، یا برای ویدیو the same سایزهای مورد نظر رو نوشته. بهترین سایز ها، اینا بهترین پرکتیس ها هستن، best practice recommendation هستن. یا کاروسل که توضیح دادیم چی هستش، چه سایزی باید باشه بهتر باشه عکستون. یا کالکشن اگه ای کامرس هستید و شاپ خودتون رو کانکت کردین، محصولاتتون رو آپلود کردین توی اینستاگرام شاپ، میتونید از کالکشن ادز استفاده کنید. من حتما توصیه میکنم بخونید اینا رو، این سایز ها رو، و یه تبلیغ مناسب بسازین، چون شما دارین هزینه میکنید. هرچی تایم بیشتری بذارید و تبلیغ بهتری، شانس نتیجه گرفتن بیشتره. و در این حال یه چیزی هم یادتون باشه، چه برای تکستی که می نویسید، چه تکست تبلیغ، دیسکریپشن و هیدراین و تایتل، و چه برای خود کریتیو، ایمیج یا ویدئو، یه سری گایدلاین هست. شما هر چیزی که دلتون بخواد رو نمیتونید آپلود کنید. توی فیسبوک مجددن من این بار سرچ میکنم فیسبوک Meta Ads Guidelines Advertising Standards. این رو من کلیک میکنم. این پالیسی های فیسبوک رو هم بخونید حتما. برای من به زبان انگلیسی هست، ممکنه زبان های دیگه هم داره، بله فارسی هم داره، حتی شما میتونید بخونید. خب فارسیش کار نمیکنه البته، حداقل برای من، فقط منوش کار میکنه. زبان ترکیه‌ای ممکنه داشته باشه، احتمالاً داره، اونو میتونیم تست کنیم. من پیدا نمی‌کنم، ولی ممکنه به زبان‌های مختلف باشه. اینجا من برمیگردم همون انگلیش که خوندنش برای من راحت‌تر هست. شما حتما این قوانین رو بخونید که بدونید چه تبلیغی خلاف قوانین فیسبوک هست. این اتفاق من زیاد دیدم، اگه قوانین فیسبوک رو دنبال نکنید خیلی راحت میتونه اکانت شما رو ببنده، و وقتی اکانت شما بند شه، بسته شه، دردسر هست اینکه بخواین اون رو از بند شدن در بیارید،
مجددا باز کنید، باید کانکشن با کاستمر سرویس فیسبوک، و خیلی شفاف بگم کاستمر سرویسشون اصلا خوب نیست، اصلا کسی نیست که جواب بده، ممکنه نتونید به این راحتی جواب بگیرید، و هر کاری که لازمه انجام بدید که اکانتتون بسته نشه. چون اتفاق خوبی نیست، باز کردن یه اکانت بسته شده خیلی دردسرش بیشتر از اینه که بخواید از همون اول قوانین رو رعایت کنید، بخونید اینا رو و طبق پالیسی ها پیش برید. به عنوان مثال توی حداقل در تبلیغات زبان انگلیسی وقتی من متن می‌نویسم خیلی وقتا با کلمه یو مشکل داره فیسبوک. کلمه یو رو که می‌نویسم تبلیغم اپروو نمیشه، یو به معنای شما. اون کلمه یو رو خیلی اوقات اصلا اجازه ندارم بنویسم. توی نوشتن متن کپی خیلی قوانین سفت و سختی داره، کلن قوانینش به این با این هدف طراحی شده که شما هیچ اسامشنی نکنید که آیا کاربرتون آیا کاربر چاق هست، لاغر هست، آیا از ریس خاصی هست، اعتقادات خاصی داره. تمام قوانین بر اون اساس طراحی شده و شما توی متن کپی و توی ویدئوهاتون، توی کریتیوتون اسامشنی نباید بکنید که که کاربر شما چه ویژگی هایی داره. و بنابراین مجددا توصیه میکنم توی فیسبوک ریکوارمنت های کریتیو رو بخونید، سعی کنید تبلیغ بر اون اساس ها بسازید، همچنین پالیسی های فیسبوک رو هم بخونید قبل از شروع کردن تبلیغات. اوکی، ما این پست رو انتخاب کردیم، متن داره، پرایمری تست و اینا رو دیگه نمیتونیم عوض کنیم چون یه پست ساخته شده هست، دقیقا همون پستی که توی اینستاگرام ران شده همون رو داریم تبلیغ میکنیم. ما هیچ تغییری نمیتونیم روی این پست بدیم. اگه میخوایم تغییر بدیم یا یه create new post بسازیم یا نه use existing post رو عوض کنیم به create add، یه add جدید بسازیم کلا. و مجددا پیشنهاد من اینه که تست کنید تبلیغات به فرمت های مختلف رو تست کنید، ببینید کدوم بهتر نتیجه میده براتون. کال تو اکشن شما سن مسیج هست با توجه به ابجکتیوی که ما انتخاب کردیم. بنابراین اینجا اجازه تغییر نداریم. کال تو اکشن، اجازه بدید من ادوانس پریویو برم، منتظرم که اینا باز شه. کال تو اکشن این هست، سن مسیج مسیجر یا send message تو اینستاگرام. send message کاربر تبلیغ شما رو به این شکل میبینه، کلمه اسپانسر اینجا درج شده و یه گزینه send message به عنوان call to action اینجا هستش. کاربر روی این کلیک میکنه و میاد تو اینستاگرام به شما مسیج میده و message template start conversation new conversation create new نشون میده که کانورسیشن شما با فیسبوک توی با کاربر توی مسنجر چجوری آغاز میشه. وقتی کاربر میخواد به شما مسیج بده شما میتونید پریویوش رو ببینید. به این شکل شما کاربر اومده توی مسنجر شما، شما یه گریتینگ هستش و شروع میکنید مکالمه رو با فرد و امکان ادیت کردن هم دارید. سوالات رو میتونید ادیت کنید، این تکست اولیه که های فاطمه پلیز لیت اس نو هاو وی کن هلپ یو، اینو میتونید عوض کنید، به زبان ترکی بذارید، به زبان فارسی بذارید و شروع مکالمه شما با کاربر به این شکل خواهد بود. این پریویو هست و تراکینگ شما نیازی ندارید برای تبلیغ پیج فیسبوک، تراکینگ برای تبلیغات وبسایت هست. شما وقتی کاربر رو میفرستید به یه اکسترنال لندینگ پیج، به یه جای خارج از فیسبوک، میخواین ترک کنید که اون مخاطب از طریق فیسبوک، از طریق تبلیغات فیسبوک روی سایت شما اومد. اینجا میتونید پارامیتر بذارید و ترک کنید کاربر رو، که برای تبلیغ پیج اینستاگرام نیازی نداری.
ما تبلیغمون تقریبا کامل هست. من صفحه رو میبندم. هنوز پابلیش نکردم، توی درافت هست تبلیغ ما، و وقتی که میام بیرون از اد برای دیدن پریویو مجددا، من میتونم سلکت کنم اد رو و گزینه پریویو رو من نمیبینم الان. ادیت. پریویو نداره. شاید بعد از اینکه پابلیش کردیم پریویونش نمایش داده بشه. ولی معمولا وقتی سلکت میکنید اد رو، اینجا گزینه پریویو داره. و برای ساخت یه اد جدید مجددا میتونید دوپلیکیت کنید و یه اد جدید بسازید، یا نه از ابتدا کرییت رو بسازید و اد رو بسازید. تبلیغ دوم. ادیت رو میزنم. خب این تبلیغ کمپین اول ما هست. یه کمپین انگیجمنت رفتیم. در صفحه کمپین تنظیمات کلی کمپین رو انجام دادیم. در زمینه ادست بیشتر آدینس تارگتینگ، تارگت مخاطب، انتخاب مخاطب، اینکه تنظیمات تارگتینگمون به چه شکل باشه اینجا انجام دادیم. و توی قسمت اد کریتیو خودمون رو آپلود کردیم و پست قبلی رو سلکت کردیم و الان آماده تبلیغات هستیم. این تبلیغ کمپین انگیجمنت بود. خیلی سریع هم کوتاه هم یه تبلیغ ترافیک و ترافیک من بسازم. خیلی تفاوت ندارن از لحاظ فیچر، تنظیمات تقریبا همه شبیه هم هست. شاید یه تفاوت جزئی توی قسمت ادست و اد باشه. به عنوان مثال توی ادست شما میتونید اینجا گزینه های دیگه ای رو استفاده کنید. توی ترافیک ما توی انگیجمنت این گزینه رو نداشتیم، اینستاگرام پروفایل، سند ترافیک تو یور اینستاگرام پروفایل. ولی شما اگه میخواهید کاربرا رو بفرستید به پروفایل اینستاگرامتون بدون اینکه لزوما مسیج بدن یا نه، اینستاگرام پروفایل رو میتونید انتخاب کنید و اون وقت کال تو اکشن تبلیغتون هم عوض میشه. و تبلیغ لید هم به همین شکل، تقریبا بیشتر جزئیات شبیه هم هستن. من مجددا به شما توصیه میکنم تست کنید، گزینه های مختلف رو تست کنید، کمپین های مختلف، تارگتینگ های مختلف و اد های مختلف، کریتیو های مختلف، تا بهترین هم کلمه مناسبی نیست، تبلیغی که کمپینی که بیشترین نتیجه رو برای شما به ارمغان میاره اون رو انتخاب کنید، پیش برید و سعی کنید اون رو بهبود بدید. چیزی که نتیجه نمیده اون رو کلا بذارید کنار، پاس کنید، پول خرج نکنید روش. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. خیلی ویدیوهای طولانی شد. هر جا توی ران کردن تبلیغات فیسبوک، اینستاگرام، وبسایت اگه و گوگل حتی اگه نیاز به کمک راهنمایی داشتید، حتما با من تماس بگیرید از طریق وبسایتم، ایمیلم، و کامنت بذارید روی این پیج، روی این ویدئوی یوتیوب. سعی میکنم جواب بدم و کمکتون کنم که تبلیغات موفقی رو داشته باشید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.